همکارم توماج تاهباز از تایلند با ماست. توماج، از واکنش تلگرام و تحقیقات فعلی به این موضوع پرحاشیه بگو. آزاده، همونطور که خودت گفتی، کمیسیون ارتباطات کره جنوبی، نهاد ناظر بر رسانه های این کشور، میگه تلگرام رسما بابت نشر و پخش فیلم های پورنوگرافی جعلی در این پلتفرم عذرخواهی کرده و تمامی محتوای منتشر شده با جعل صورت و تصاویر زنانه کره جنوبی رو حذف کرده. نهاد ناظر بر رسانه های کره جنوبی میگه خواستار حذف فوری 25 محتوای جعلی شده بود و همه اونها پاکسازی شدن. تلگرام در ضمن قول داده در مورد فعالیتاش اعتماد سازی بکنه. با این حال این اپ تو نامه ای برای در واقع همین نهاد فرستاده میگه اساسا از گزارش رسانه ها متوجه تولید و نشر فیلم ها شده. به هر حال یک خط اضطراری هم برای رسیدگی به فیلم های جعلی پورنوگرافی کره جنوبی اختصاص داده این اپلیکیشن. کمیسیون ارتباطات کره جنوبی در ضمن ابراز امیدواری کرده که همکاری با تلگرام بیشتر بشه و حجم محتوای جعلی پورنوگرافی هم ادامه پیدا بکنه. بنا به چیزی که خبرگزاری دولتی کره جنوبی یعنی یانهاپ گزارش داده، تو همین ساعت‌ها و روزهای گذشته از ماه ژانویه تا ماه ژوئیه حدود 300 گزارش از محتوای جعلی پورنوگرافی در سراسر کره جنوبی منتشر شده بود در پلتفرم‌های مختلف، مشخصا تلگرام. 88 مورد اونها تنها در همین یک هفته اخیر البته گزارش شدن. تحقیقات در مورد 178 مضمون هم شروع شده، دست کم 178 مضمون. اما نکته اینجاست که 70% خود مظنونین رو نوجوان‌ها تشکیل میدن، همونطور که قربانیان اصلی این در واقع فیلم‌های جعلی هم اکثرا نوجوان هستند. در ضمن گزارش‌های تازه‌ای از فیلم‌های پورنوگرافی در واقع همین پلتفرم‌های اجتماعی همزمان شده و بازداشت مؤسس تلگرام، از جمله به ضمن نشر و پخش محتوای مجرمانه در همین پیام‌رسان که البته آقای پاول داروف اونها رو رد کرده. اما آزاد، مسئله نشر و پخش پورنوگرافی‌های جعلی با استفاده از تصاویر زنان کره جنوبی مدت هاست که یک مسئله، یک موزل اجتماعی بزرگ تو این کشور تبدیل شده. پلیس کره جنوبی اخیراً وعده داده که با همه کشورها برای مقابله با این مسئله همکاری کنه، اما خیلی از کنشگرا و فعالای کره جنوبی میگن کشور با یک اپیدمی جرایم جنسی روبرو شده، مشخصاً جعل و دیپ فیک فیلمایی که برای انتقام گیری منتشر میشن. در این حال که مسئله به نارضایتی های سیاسی و اجتماعی عمیق هم دامن زده. خیلی از فعالا میگن که قانونگذارا و مجریان به اندازه کافی به موضوع حساسیت نشون نمیدن. این مسئله با نارضایتی از دولت یون ساگال، رئیس جمهوری فعلی، هم همزمان شده. همزمان این انتقاد هست که قانون، حتی همین قانون موجود فعلی در کره جنوبی که عنوانش هم از حفاظت جنسی از جوانان، هم با شدت و قدرت اجرا نمیشه. و همچنان یک مسئله عظیم اینه که اکثر قربانیان و اکثر مظنونان به تولید فیلم ها هم خود نوجوان ها هستن. به عنوان کسی که سالها در کره جنوبی زندگی کرده و خیلی از کسایی که در کره جنوبی زندگی کردن میدونن که موضوع الان دوباره خبرساز شده، ولی مدت هاست که این جرایم، مسئله به خصوص جرایم جنسی بین نوجوانا، سال هاست که ادامه داره و به یک موزل اجتماعی تبدیل شده. البته خب در حال حاضر خیلی بیشتر هم در موردش صحبت میشه در کره جنوبی تا مثلا یکی دو دهه گذشته. ممنونم توماج از توضیحات. توماج تاهباز، همکارم از تایلند.